اینجا تو اتاق نوبتی یه روز اتاق میگیره یه روز اتاق میگیره میگم همین کاری که داریم میکنین رو بریم تو اتاقتون بکنیم. آخ اما بریم میسی کنیم چه؟ تو یه اتاقتون بریم احوال شما من میدونم از این مدل ها شدیم که اومدیم مثلا یه حرفی زدیم بعدش ناپدید شدیم. دیدی آدم ها مثلا یه عکس سروم بیمارستان میزن بعد دیگه هیچی نمیگن نگرانی میمونن. خواستم اینطوری نباشیم واقعا هم اینطوری هدف هم همچی چیز نبود دیگه. خیلی ما چند روز گرفتاری رو گذروندیم و فرصت و مجال فیلم ویدیو استوری اینا نبود و همچنان هم البته هست. یه خورده سمک شروع کرده پیش دکتر رفتن و آزمایش و سونوگرافی و این چیزا. تو این چند روز آینده وقت سونوگرافی داره، آزمایش خون و این حرفا و فعلا دیگه چیز نمیگم ولی ببینیم که دکتر چی خواهد گفت بهش دیگه، حتما با خبرتون میکنیم. ولی میگم چند روز هم خیلی درد داشت داره، همین که پیش دکتر برو و بیا و از این حرفا بودیم. اینو بگم ولی من یعنی دیدم امروز یه رنگم شده، یعنی من اصولا گفتم با دکتر سروم این چیزا مشکل نداره ولی اصلا دیروز انقدر اعصاب خورد بود مثل پیرمرد شده بودم، گفتم من نمیخوام یه دیگه آزمایش نمیخوام بدم نازگم چی بیمارستان منو میکشون. یعنی بیمارستان رفتنمون یه سختی، این کنترل روانی سمک یه جاستان دیگه توفان ذهنی شده مثل بچه های من گفتم بیا بریم وسط مثلا کارهای بیمارستان میخواستیم وقت سونوگرافی نوعی همین گفت نه نمیخوام من اصلا بیا بریم کشو بریم. یعنی من اگه خودم رفته بودم الکی رفته بودم گفتم که رفتم همه چیز چی همه کارا کرده آزمایش و فلان این حرفا عالی اومده، آقا اصلا نبوده، حتی همچنان هم نیستم ولی خب دیگه چاره نیست چون یه قدم برداشتیم. بعد خب اینجا خیلی جالبه سیستم یه پارچه است و نرم افزارشون و تمام اینا ضبط میشه، باید پیگیری کنی مرحله بعدی آزمایشات اینا دیگه ثبت شده برای همین چاره نیست باید ادامه بدم. بعد دست دادن خیلی خنده‌دار بود. در اتاق بچه‌ها من خنده‌دار بود که دیروز تو بیمارستان از یه طرف بودهای بیمارستان مثلا کلا محیط بیمارستان خب خیلی واقعا خدا گذر هیچکی رو نندازه به بیمارستان مخصوصا که ببینید برنانه رو دیدی چیزایی بازم یه جای اشتباه اینجاست جای برنانه بوده پیداش بگم خلاص بیمارستان به خودی خود که واقعا محیط ناخوشایندی هست. شما بکنید که این نفرم هی داره میگه من نمیخوام من نمیام ولش کن بیا بریم اصلا نمیدونم حرفای منفی دیگه نگتیب. امروز باشه من فکر کنم خیلی تو آشپزخونه باشم از دیروز یه دونه چیز درست کردم من چون اینطوری کردم یه خمیر خیلی استراحت کرده درست کردم و یه مدل پیشی جدید میخوام درست کنم برای بچه ها، پیشی فیلینگ دار با پنیر کاشار اینجوری میذارم توش اینجوری توپش میکنم و بعد این سرخ میکنم. امتحانی اولین بار دارم درست کنم نمیدارم چطور ولی خمیرش رو خیلی خوب دو سه دفعه گذاشتم استراحت کرده با خمیر جالبی.
حالا از شما سیامک چند روزه که چیزای چرب و کاملا قطع کرده، چربی مربی نمیخوره، ولی این واقعا چیز جالبی شد. اجازه نداری نقایی ها خیلی باحال از همون چیزاست که تو دوست داری. سیامک عاشق خوراکی خمیری و بعد مثلا توی خمیری چیزی و چیزاست. دیدن برنامه مسترشف هم تأثیر داره ها، و اینکه آدم رو بفرسته تو آشپزخونه هی آدم سعی میکنه که مثلا خوراکی جدید میبینه امتحان کنه. من اینجوری هم یه دفعه خیلی جو آشپزی میگیرده. وای این سبکیه توپا رو دلم میخواست که اینجا بود این تست میکردی. من چند وقت پیش بود گفتم من از چیزایی که خودم درست میکنم خیلی تعریف نمیکنم، ولی واقعا اینجوری باید تعریف کنم. اینا رو مجبوری دارم ساده درست میکنم وقتا بچه ها، چون بچه ها برعکس باباشون فیلم مینینگ دوست ندارم. گلو رو ببینیم بعد سبوکا اوه 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 خیلی نامردی. چیکار کنه؟ نه یه دونه رو بخور بابا. این جنایت جنگیه. بعدش خیلی با سرکه اون بالا. نمیشه چیکار کرد؟ میشه سوسیس سیدی گذاشت، کارباز پنیر گذاشت. آره سوسیس میخوای سوسیس هم بذاری؟ نه بگو. هی به من میگید که آخر میگن آخر خوراکی ها رو نشون نمیدی. نه اون پنیر نداره، این توپیا پنیر. آه توپیا یکیش بیار بازا 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 از این از این توردی رو نشون مثل خیلی هم تورد هم سرک سرک بگاه کن تورد بله تکسچر نیا کنی. اگه تو مستر شف بود اصلا تو میگفتم مرحله بعدی رو نرو صاف برو تو اون آخر. نمیخوای نوکش رو میخوری؟ یه دونه بابا اشکال نره بعدش سرکه میخوری. خوشمزه ها؟ فکرم اصل هم برید روش نجه بهتر اینا همیشه تعریف میکنم. نه خب واقعا تعریف میکنم بدانه دونه روش کاملا کریسپیه، توش هم نرمه دیگه فوقیده نرم و پوک فوقیده است. خب حالا یه دونه بخوریم ببینیم حسن دوست دارین. اول دست برای مامی. این پاموک چکیدیم بیده بفرم بشین محتشم شاهانه موت چی میگین؟ موت موت موک خلاصه میگن موک کمبل رو میگن موک. همه اون پیشی ها رو به صورت پرخوری عصبی من بلعیدم. سمکه نخورد. بچه هم من یه چند دونه خوردم، بقیه شو من خوردم. آخه یه نفر اون روز پرسیده بود که چه آفرین چه اراده‌ای داری از این پیشی میشی و این چیزای چاخ کننده رو درست میکنی خودت نمیخوری، ولی خواستم بگم که امروز خوردم به صورت عصبی به خاطر اینکه خیلی سربسته. فقط بگم زیاد نمیخوام توضیح بدم، ولی واقعا بچه بزرگ کردن خیلی برای سختیه. یعنی اصلا موضوع دیگه فقط کلمه سخت نیست، اصلا خیلی پیچیده است، خیلی هر روز چالشه دیگه، مخصوصا بعد از این که دیگه مثلا سختی های حالا همین شکم سیر کردن و شب بیخوابی و اینا که میگذره
و از یه مرحله استقلال حالا 2 سالگی هم آدم فکر کنه اون استقلال 2 سالگی خیلی سخت میگذره و میرسه به مثلا مرحله نمیدونم اسمش چه پیش بلوغه چیه توی اجتماع رفتنشون، یعنی بیشتر اون مرحله‌ای که بچه وارد اجتماع میشه خودش به تنهایی اصلا یه لول سختی‌های دیگه شروع میشه دیگه. خیلی سخته که شما باید مثلا نمیدونم، یعنی ما راستش هنوز توش موندیم، نمیدونیم چه شکلی میتونیم یه کاری کنیم که بچه به جای اینکه بیشتر تحت تاثیر دوستاش باشه تحت تاثیر خانوادهش باشه. چون خودمون فکر میکنیم هر کاری که باید ما تا الان کردیم، شما هم به هر حال تا حدودی دیدین دیگه مدل نحوه تربیت ما رو یه درصدی شد، چی کار باید کرد که بچه نمیدونم اینقدر ناراحتم که بعد درد دل تو یه جوری باز کنی. نه همین، فقط در همین حد بگم که مثلا رفته یه راز مگویه توی خونه رو به دوستش گفته، ولی نه اصلا حالا الان اینا فکر من چه چیز، ولی چیز یعنی یه چیزی که به هر حال یه اتفاقی که توی خونه همون افتاده و نباید میگفته، چون که به هر حال تاثیرش دوباره متقابلا از طرف دوستش، خانوادهش، همش روی خانواده ما دیده میره، تاثیر میذاره، فقط یه شخصی خود بچه نیست. اینو چه شکلی باید، یعنی ما واقعا چیکار کنیم؟ خیلی کلافم. بعد جالبه که مثلا من سفارش کرده بودم بهش که اینو نگی به کسی، یا خیلی خیلی اسپسیفیکلی سفارش کرده بودم، واسه همینم امروز یه دفعه وقتی فهمیدم که گفته اصلا دود از سرم بلند شد. به سیاهی میگفتم ما زمان ما انقدر که چیز بود کاملا توی خونه ها و توی مدرسه و بیرون از خونه تو اجتماع و خونه دو تا دنیای متفاوت بود، یعنی همه اتوماتیکلی همه بچه ها میدونستیم که یه چیزایی هست مثلا که نباید از خونه ببریم تو مدرسه، بلد بودیم این راز نگهداری رو. مثلا میگم اون موقع زمان ما خب تو ایران توپ میرفت تو مدرسه مثلا میگفتی دیشب خونمون مهمونی بود مثلا دوره خانوادگی بود، ماهواره بود، شب نشینی بود، ویدیو هست اینا. خب اینا یه چیزایی بود که خیلی یعنی اصلا نباید میگفتیم دیگه. و خانواده ها به ما یه بار میگفتن آقا این دیگه تو خونه است، تو خونه بمونه، ما خیلی خوب میدونستیم که نباید بگیم. ولی الان انگار اونجوری نیست، نمیدونم چی، یعنی ما چه شکلی یاد گرفته بودیم، چرا نمیتونیم اونطوری یاد بدیم؟ نمیدونم واقعا. خیلی امروز من رو سیامک خیلی کلافه شدی، بعد من افتادم به پرخوری عصبی و انقدر عصبی شدم. این مرحله اول اعصاب من که خورد میشه، مرحله اولش اینه که هی میخورم، مرحله دومش اینه که شروع کنم تمیزکاری اساسی، تمام قرنیزا رو گردگیری کردم پدرم در من. خیلی آخه مشکل اینه، ببین الان فقط بحث پدر مادر پدر مادر و دوستان نیستن، این به هر حال میگن این بلوغ زودرس توی بچه ها به وجود میاد، حالا بیشتر از لحاظ روحی روانی، این به خاطر این سوشال نتورک هم اصلا یه سوشال میدیا کلا هست، اینترنت هستش، میدونید برای اینکه انگار بعد از خردسالی کودک حذف شده از لحاظ فکری، بچه وارد یه دنیایی شدن که مثلا برای بچه 8-9 ساله داره فاز بچه های دورانه مثلا 14-15-16 اون پریوده داره زندگی میکنه، بعد برای پدر مادر سخت میشه تربیت کردن، برای اینکه ما فکر میکنیم داره مثلا با یه بچه 5 ساله حرف میزنیم، داره بچه 6 ساله 10 ساله 9 ساله صحبت کنیم، ولی نه در حقیقت یه چیزایی تو مغز اون بچه هست که 4-5 سال جلوتر. هم بچه 9
سال من خودم با 9 سالگی خودم مقایسه میکنم دقیقا میگم. خب برای اینکه ما 9 سالگی باید بفهمید خب تو بگی جلوتره. نه هر چیزی جلوست. مثلا زندگی اجتماعیش آره زندگی اجتماعی جلوتر نیست اتفاقا چون محدود به اونه و نمیشه. ببین من مثلا کاری ندارم بچه‌ها تو باغچه خیلی بزنن به تخته بازی میکنن بالا پایین بازی کودکی میکنن ولی یه دفعه سکوت میشه توی مجتمع. چی شد؟ یه دفعه میبینین همه نمیشن واقعا نمیشن. قبلا سوال کردین ازشون گرفت یه چیزایی رو اجتناب ناپذیر زنی همه تبلت دستشون یه زب همه ساکت شدن. بعدم این که همش کنترل کنی چی دارم میبینن چی دارم میبینن مثلا نازلی بس کرده هر چیزی که اپلیکیشنی که بچه نصب میکنه سریع نوتیفیکیشنش به همه ببری خیلی سخته. بعد راجع به این با هم صحبت میکنن اون وقت هر بچه توی یه فازیه مثلا ممکنه یه دختر بچه توی سن خاصی با توجه به شرایط خانواده آره تو الان داره اون بازی‌ها رو رفته من مجوزم داشته یا اون کنترل نداشته مثلا داره اون بازی‌ها میکنه که مثلا پارتنر پیدا کنه موف کنه بره بیرون بره کافی شاپ بعد با بچه های دیگه تعریف میکنه بعد میگه تو اونو نداری تو اینو داری مثلا اوف. بعد به هم دیگه خط و خطوط میدن مثلا یه دوستش هیلا بهش گفته بود که من اجازه ندارم مثلا این گیم رو دانلود کنم داشته باشم مثلا یک بازی خاصی که من گفته بودم این مال 12 سال به بالا شما هم 12 سالتون نشده دیگه اینو قبول کردن. حالا اون بچه بیلا مثلا یاد داده گفته که برو بگو که این جایزه کارنامم باشه نمیدونم فلان باشه نه مثلا اون جاهایی که نباید برم نمیرم توی بازی میدونید. این اونم هیلان برم میاد تو خونه اینو به ما منتقل میکنه بعد هی استکاک دوباره ما باید مثلا یه انرژی بذاریم دوباره اینو از خر شیطون بیاریم پایین که نه. بعد خب نمیدونم من فکر میکنم بچه تو این سن بیشتر اون حرف اون دوست رو که میگه نه چیز بدی نیست این گیم بیشتر از حرف من مادر یا توی پدر قبول داره که ما میگیم نه چیز خوبی نیست این گیم. شایدم انتظارمون زیاده تو این سن. هر حال خلاصه امروز یه مشتی خوردی تو صورت هم صبح باعث شد من یک کیلو فکر کنم اضافه وزن پیدا کنم اون پیشیا. حالا از کجا رسیدیم به کجا اومدم بگم که نه من همچه اراده‌ای هم ندارم که پیشی نخورم. داریم میریم وقت چیز رو بگیریم وقت آزمایش خون سیمک رو بگیریم. برگشتیم خونه یک من برگشتم سیمان گذاشت رفت کار داشت بعد به شدت حواس یه نوشیدنی خونه کردم بودم تنها چیز آبکی خونکی که توی یخچال بود آب شلغم بود فکر کنم یک دو سال پیش هم توی یکی از ویدیوهای فیوریت هم اینو گفته بودم اینجا یه آب شلغم داره شلغم سویو دو مدل میخورنش یکی غیر تند و یکی تند. اونایی که معمولا شیشه‌ای که درش قرمز تنده در سفیدا غیر تنده خیلی نمکی و ایناست ولی چیز خوبیه جالبه من خوشم میاد. البته تنها مشتری خونش خود منم فقط ترجیحاً اگه که مثلا غیر صنعتیشو پیدا کنین بهتره اینا حالت کارخونه یا صنعتی داره دیگه بدون گلوتن و بدون شکر و وگانه و فکر میکنم برای مثلا چربی خون و این چیزا خوب باشه اگه واقعا آب شلغم باشه که خب خیلی خاصیت داره. اگه گذرتون افتاد یه بار امتحانش بکنید قول نمیدم خوشتون میاد ولی امتحانش بکنید. نه آب شلغمه واقعا آتش همو برطرف نکرد گفتم خورده میوه تابستونی بخورم شاید من عاشق گیلاسم اصلا گیلاس خوب
همچنان از آشپزخونه در خدمت من پریروز نمیدونم چرا جوگیر شدم یه مقدار زیادی از این فلفل ها از این فلفل قرمز ها خریدم از شیرین هم هست تون نیست بعد حالا از نگرانی و ترس این که مواد خراب شد چون اونقدر من استفاده از اینا نمی کنم توی غذا مثلا شاید یه نصفش رو توی مایه ماکارینی مثلا حالا تصمیم گرفتم که یه دونه چیز داشتم دلمه درست کنم باهاشون و برای دلمه که مواد دلمه پیاز و گوشت و برنج و گوجه رنده شده و یه خورده سبک همین تورک هاست دلمه هایی که تورک ها درست میکنن و دیگه چی؟ برنج گوشت پیاز جعفری خود شده و نمک و ادویه که دوست داریم پیازم رنده نمی کنم خیلی خیلی ریز خود میکنم برای مواد دلمه دیگه تا حالا با اینجور فلفل ها با این فلفل درازا دلمه درست نکرم واسش ولی فکر میکنم خیلی فرقی با دلمه های با فلفل سبز بکنه جز اینکه یه خورده مثلا پر کردنش یا خالی کردن توش متفاوت بچه های ما چیزه مثل دلمه مدمه تا حالا نخوردن یعنی تو خونه خودمون هیچ وقت لب دلمه مثلا نمیزنن دلمه فلفل بعد چند روز پیش یارو رفته بود خونه دوستش بعد یهو نگاه کردم دیدم دارن سر میز غذا میخورن بعد اومد خونه و یارو گفتم که چی خوردین گفت دلمه فلفل بعد ازش منو میگه هم تعجب کردم خندم گرفت که چقدر عجیبه که بچه ها مثلا من واقعا خواسته بودم قسم بخورم یارو دلمه فلفل لب نمیزنه چون دیدم دیگه تو خونه خودمون تا میارم میگه نه 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 اینو نمیخورم بعد رفته خونه یه کسی دیگه این نجسته دارم میز دلمه فلفل خورم حالا الان یه خوردم از شما چه فلفل الان لجم گرفته و میخوام که دلمه فلفل بذارم جلوش و ببینم میخوره یا نمیخوره گوجه رنده کردم ولی نظرم عوض شد گوجه رنده شده رو تو موادش نمیریزم یه یک دقاشو واسه اینکه خیلی گوجهش آبدار بود از گوجه رنده شده واسه توی سوسش که میذارم دلمه ها بپزن تو اون استفاده میکنم الان یه قاشق خیلی خالی فکر کنم یعنی کوچولو توی این مواد دلمه رب اضافه میکنم بخوره واقعا خیلی عجیبه خیلی باید آدم قدر سلامتیشو بدونه چون که همین مثلا یه غذا خوردن ساده الان خیلی بر ما از وقتی که سیامک تو این یه هفته ده روز خیلی موزل شده یه چیزی میتونه بخوره یه چیزی نمیتونه بخوره بعد دقیقا نمیدونیم که واقعا چیا براش مضره چیا براش خوبه تو اینترنت سرچ میکنه و چیزای زد و نقیص هم خیلی پیدا میشه مثلا یکی میگه هندونه خوبه یکی میگه هندونه بد برای صفرا بعد یه سری غذاها هستن که ربط به صفرا نداره و نفاخن و رودش رو اذیت میکنه خلاصه یه خورده پیچیده است شکر و نمک درست میکنم یه قاشق مثلا شکر با یه کمی نمک یه حالتی مثل مثلا
حالا بهتون میگم چیه برای چی این کارو میکنم. اینو ترکیب میکنم، بعد توی فلفلا رو توی دیواره های داخلی فلفل سبزا رو مثل پیلینگ ماساژ میدم، برای اینکه این روزنه های توش باز بشه، خیلی خوشمزه تر میشه به نظر من، یعنی فلفلا مزه میگیرن. حالا الان دارم همون کارم با این فلفلا میکنم، فکر میکنم دیگه مهم باشه. این یکی مثلا نازو که چقدر توش مواد جمع شد. بهتون گفتم امروز یه روز پر از آشپزی هره تازه هنوز میخوام یه مرغ هم درست کنم برای شما بچه ها سرش کنم، به خاطر اینکه همونطور که گفتم فکر نمیکنم اینو بخورم. یادم نره دلمه هم که حاضر شد بتونشون بدم به حق. خیلی ها نوشته بودید که چرا چیز میکنید، چرا آخر غذا حاضر میشن و دیگه به مون نشون نمیدید. واقعا حق دارید، نمیدونم چرا یادم میره هر دفعه. امروز سعی میکنم یادم خیلی این فلفل ها رو پر نمیکنم چون توش برنج داره، پف میکنم یاد مثلا این قنزی یه بند انگشت سرش خالی میزنم. این درش هم حتما بذاری موقعی که دلمه درست میکنی، چون دلیل داره. این دره مثل کپسول، یعنی مثل زودپز چه شکلیه که کیپ میشه اونطوری میشه. بعضی ها دیدم که در نمیذارن برای دلمه، اون یک کمی چه دیگه تو تکنیک پخت دلمه تاثیر میذاره. یه کپسول دلمه. خب حالا چیکار میکنیم؟ دلمه ها رو که اینجوری چیدیم توی ظرف مناسب، یه سس درست میکنیم. این طرف درستش ده که کره، یه کوچولو رب و آب باجر بریزم. کره نمیدونم به خاطر سمک بریزم، یه ذره میریزم چون به هر حال چیز رو مزدش خوشمزدگیش بکرد. امروز از اون روزای دست باشه رفتی بودم مثلا همه توی نفت و میبوره و توی این سوسه هم یه خورده نمک و فلفل کتاب میزنم. اول باید اینجا دیدی؟ فقط بخور بگو که چطور شدن. یه ذره تهش چیز شد، برشته شد، یادم رفت آبش زیاد کشیده شد. داخل نه هرکی میگی به خدا سمی مده دونم. با ماست بیارم؟ اینو باید با ماست بیارم.